رضا همینه که بله آقا رضا ایشونه هم استعداد داره هم زندگیش برای فیلم خیلی عالیه. سلام آقا رضا گل، حالا چطوره؟ خوبی؟ متشکرم. الوعد و الوفا آقای رفیعی فیلم بردار، آقای خانزادی صدا بردار، دیگه هر چی میخوای خودت اینجا در میون بذار صحبتاتو بکن. دوست داری بری رو پرده سینما؟ بکنم برای عبرت بد نباشه، زندگیت به هم میریزه، شاید اینطوری یه چاره پیدا بشه. پس برو بقیه رو آماده کن ببینم تو پر چشم. دایی شجا رو چیکار کنیم هم پر؟ دایی شجا با من، انشاءالله من دایی شجا رو رامش میکنم. شما صدا میگرفتی آقای خانزادی؟ بله من امشب با مادر بزرگ در میون بذار. خوبه آقای رفیعی؟ آره خوبه. اینو بهش میگن کلوزآپ. حالا شروع کن. شما با این سینما زندگی آدمو میریزه به هم. چرا این حرفو زدی؟ اگه درست انتخاب بکنی مطمئن باش نمیریزه به هم. من فکر کردم شما به خاطر این گفتین که چون آدمو با خودش روبرو میکنه ممکنه زندگی آدمو بریزه به هم. دو ترسیدم. درزه من مونالیزا نیستم، مونا. خلاصه یه همچین خلق و خویی در خانواده ما هست، یعنی همشون استعداد بازیگری دارن، همه میتونن که معرکه بگیرن، هر کم برای معرکه گرفتن چه قلق خاصی داره. مثلا یه کسی که اصلا انتظارش نداری یه دفعه میاد یه پرده رو میکنه همه حیرون میمونن. شماها بشرید؟ من گاو بودم، گوساله بودم، زنده یقت است. من نمیخوام من این زندگی رو نمیخوام، من هیچی نمیخوام، من هیچی نمیخوام سه نمیخوام من هیچی نمیخوام. شماها بشرید،
زندگی رو با آتیش میکشم. من نمیذارم امیر رو ببریم. امیر باید تو شما بمونه. من نمیذارم امیر رو ببریم. چی میگی مامان؟ مگه میشه؟ چه حرفایی میزنه؟ مامان رو زهر مار. شما زندگی تو خیلی نمیبینی. نظر سینمایی جالب اینجاست که امیر موند، یعنی امیر به میل و اراده شخصی خودش نرفت. امیر مامان دگه بره دیگه اینجا نیستا. نه من مامان اقدسم و بیشترم مامان سهیلام دوست دارم. خب برای اینکه دوستم که عزیز بودم میشد میخواست بیفتی. خب تو کلت سنگینه کنده نمیشه، سبوتم چونده میشه. نه نمیشه، هم بیداره اگه بوز کنیم هیچ وقت کلده همون کرده. هزار تار من نمیدارم تا کجا هست. هیچ ده تا تو این مرد دنیا بسازم، تا اون مرد دنیا این مرد ستم. خب تو این قمل ما من دوست داری، تو مثلا بر من چه کارا میکنی؟ چه کارا؟ واسه تو خونه میخرم، مرسی، هواپیما تو خودم میخرم، این ماشین بنز گنده ها میخرم، اندازه اتوبوس. یه کاری میکنی که اصلا حالت به هم نخوره، فقط خندت بگیره. یه میخواد ببرمت یه جایی که خوشت بیاد. گفتی واسه که دلم تنگ شده؟ نمیدونم واسه چی. مستعی محمد بس بچه هاش ناراحتم. خب بزرگ شدم هلیکوپتر میکنم، بعد میبرم به خونه امیترم تو رو همه زندگی چیتی دلش واسه تو تنگ شد باشه، بعد تلفن میزنه به تو که تو بیان من ببرم انگلیس بیشه تا شب تا شب هم بیشه دایی من ببرم الهی هرچی دلیس کست بگو من مسکره بازه باشد در بیارم. پس یه بوس هم کن ببینم. اگه نبود هزار ماشالله این امیر، مگه زنده اجازه میداد مونا یه دقیقه بغلش تکون بخوره دیگه؟ مگه مونا جرأت میکرد بشه ما بیا تو ایوون حیات آقا رضا؟ همین خانواده گرامی، همین مادر، همین مادر بزرگ تا این چند سال پیش تمام تفریحات خوب زندگیشون، همه لحظات خوششون بازیای آقا رضا و مونا بود. تا حوصله‌شون سر می‌رفت احترام صداد بیا بریم خونه رضا و مونا. بیا بریم. سلام رضا، سلام مونا. مونا بچه چرا داره گریه میکنه؟ چرا انقدر خونت کثیفه؟ رضا این چه وضع زنداریه؟ بلندشو به زنت بگو یه دقیقه بره خونه رو تمیز کنه، گریه بچه رو بخوابونه. بچه گریه کرد چرا قضا میخواد؟ بهش قضا میدین؟ بچه گریه کرد چرا مریض شده؟ بهش نمیش دکتر سر ماشین میکنه کلیدو برمیدارم اینا کلیدو اینا دوستان هم تو بشین جلو اینا کلیدو برمیدارم اینا ماشینو بده اینجا
اینم میشینه که عقب بیه منم ماشینو بده پشو فهم ماشینو بده امیر بیه بریم تا ببین قضا رو کن خوب باشه تا من بیام خونه رو تمیز کن تا من بیام چش باشه هیچ کنی این کارو بکنم چی بگیره باز؟ چی شده باز شده باز؟ بگاه چیو؟ همچین بعضی موقعا یه جوری میشه مثلا آدم خیال میکنه میدونی مثلا فکر کن الان یه بچه دیوی یه چیزی الان از اون مثلا از اون پشت پشتا میاد مثلا امین نگاهش کن تو رو باید شاید بچه دیو نیسته نه شبیه چی شد بچه دیوی شبیه چیه؟ نه آخ قربونت بشه جمعی دامانم من یک دیگر تالو خودم برات آدام سکنم باری که همه دیدی؟ چی بگفتی؟ چی؟ یه اشکال نداری یه کار بکنم من؟ چی میگفتم؟ الان یه چیزی میگفتی یه کاری بکنم گفتم یه چیزی بخونم چی بخونم؟ مهمتر از این که چی بخونم حالا بگو چی بخونم؟ خانواده بخونم چی؟ سیغه محرمی سیغه محرمی چیه؟ سیخ و کباب محرمی سیخ و کباب جل و قلوه نه بفهم چی و کجا میگه بابا باش سیخ و کباب سیغه محرمی که نمیفهمی که بسو واسه اونا شوخی بود ولی واسه ما جدی ما واقعا حرف میزدیم زندگی میکردیم برای آینده نقشه میکشیدیم یهو من نفهمیدم چطور تو این دو سه سال همه چی عوض شد انگار چجوری بگم یه داوری بوده این بازی هدایت میکرد این بازی زمان معینی داشت حالا سوت پایان بازی زده همه چی تموم شده اونا اصلا به روی خودشون اصلا نمیارن به روی خودشون طوری رفتار کردن دیگه ما هم جرئت نمیکنیم به روی خودمون بیاریم تا حالا ما واسه اونا بازی میکردیم حالا اونا دارن برای ما بازی میکنن ما بازی میکردیم اونا رو شاد میکردیم خوشحال میکردیم اونا بازی میکنن نفس ما رو میگیرن من یه سری آزادی میخوام هر آزادی که میخوای دار آزادی من اینه که میرم تو کلاس کاراته لطف میکنی یه دونه میرم برم تو کلاس کاراته کجا بذارم بریم بابا من میخوام برم تو کاراته بدنسازی چرا اجازه نمیدی بدنسازی بعد کاراتاتو تموم نکردی من کاراتمو به جای رسوندم میخوام برم بدنسازی نه خیر هنوز کاراتاتو به هیچ جا نرسوندی آقا من هنوز میخوام دوست انتخاب کنم شما باید باباشو بشتیم ماما رو بشتیم ندی دوازده سارم تنیم اگر اینطور نمی کردم جز لاتای بودی که جز با جز لاتا آقا کسی که میگه من نمیدونم من اجازه نمیدونم برای اجازه ندنش منطقی داره یه استدلالی داره منطق بالاتر از این نیست بالاتر از این که من تشخیص میدم تجربه دارم میفهمم چیکار تجربه تجربه شما داری با تجربه های 50 سال قبل زندگی میکنی من 50 سال عمر تو به همسال تو رو تو دامنم بزرگ کردم 50 سال عمر من در بله فکر کردی ماما ماما داری زور میگی ماما تو فکر قبول کن اینو کدوم زور زوری که من به تو میگم درست زندگی میکنم من درست دارم زندگی میکنم چون من آزادی یه پسر 18 ساله رو ندارم من آزادی یه پسر 8 ساله رو دارم 18 سالت نشده زرزر نزن من 18 سالت چند ما دیگه 18 سالم حالا پس بذار 18 سالت بشه بعد کن بابا من هنوز میخوام دوست بگیرم باید باباشو بشناسی مامانشو بشناسی باباش چی کار است پسره چی جوریه پسره قیافش متشخصه نه خیر نمیگم متشخصه میگم آدم باشه من هنوز میخوام برم من هنوز میخوام برم بیرون اولا که مثل آدم حرف بزنم من دارم مثل آدم حرف بزنم یک بشنم اینقدر تو حرف من ندو خب دیگه اگه شما حرفتون حرف حسابی باشه حرف من قشنگ درک میکنه حالا دیگه حرف من نه حرف شما حسابی نیست من هنو میخوام برم خونه دوستام الو من میخوام برم مامان تی من میخوام برم خونه دوستام اجازه میدی من برم پس چی؟ پس نخیر میذارم یه چی دیگه من پس دو ماه دیگه میخوام زن بگیرم از دو ماه دیگه میخوام زن بگیرم زنم بابا میگه بچه ننه بابام که الان میخواد بگه بچه ننه هر وقت رسیدی اونجا که زن بگیری میدونی چی کار کنی نه خیلی اینطور که شما داری منو بار میاری اون موقع معلوم چی میشه هر وقت تونستی با من منو فکر کنی من رضای 8 سالم هر وقت تونستی رابطه تو با من تنظیم کنی میتونی با زن هم تنظیم کنی من هنوز تنظیم کنی کی تونسته رابطه تو با شما تنظیم کنه کی نکرده کی نکرده ها شما چرا جای شما جلوی بابا رو منو داری میگیری جلو بابا بابا تو حرفشو نزن از بابا چیزی نگو
تو قلق خیلی کوچیکتر از اینی که راشده خیلی کوچیکتر. آقا شما مامان قبول کن، داری به من زور میگی، داری من همینطور هرچی من دارم بزرگتر میشم داری منو رو محبوبتر میکنی. زوره آره زوره، حتما هم زوره. تو باید این زور رو گوش کن. خب آقا من نمیتونم زور رو گوش کنم، کی زور رو گوش میکنه توی دنیا که من گوش کنم؟ این از بند منزه، حالا خدا برسه به داد مونا دم غروبی تو اون بالکن. با نوبت قبل از غروب، بی نوبت قبل از غروب، ای به جهندم. لا شدی؟ میگم چی بود قرار ما با هم؟ شلوغ بود. قرار ما با هم چی بود؟ اگه میمدم نوبتم از دست میره. جهندم! قرار من با تو اول غروبه، با نوبت قبل از غروب، بی نوبت قبل از غروب، با نون قبل از غروب، بی نون قبل از غروب. آقا شجا هم صدا میفهمن، بیا بریم. درسته بابا حق داره، بابا حق داره بگه بمیر یا بمون، اما همش با عقل، همش با خشم، همش با تشر. رو لوای بابا نباید لبخند باشه. شما فکر کنید عمو پرویز با همه عظمتش میجنگید، دایی شجاع با تمام قوا مقاومت میکرد، کسی بتونی دایی شجاع رو بخندونه؟ سرتو بالا کن بزن نگات کنم، اخماتو وا کن بزن نگات کنم. ابروت کج ننداز بزن نگات کنم، منو سر لج ننداز بزن نگات کنم، تو سنگ لج ننداز بزن نگات کنم، پیشمش فرج ننداز بزن نگات کنم، پیشمش فرج ننداز بزن نگات کنم. یه دفعه من دست به دامنم و پرویز شدم که اگه جلوی جمع تو مهمونی زنگی تموم بذاری دایی طاقت نمیاره. هر دفعه هم من این ماجرای بود که دایی بخنده اخمش باشه تا من بهش نزدیک شم بتونم باش حرف بزنم. شربت جمعون چون چاییه؟ آره یه دون از این زمین های کشاورزی حساب مرده هست. گفت میخری برام نعنا و ترخون، گفتم بله قربون بله قربون بله قربون، گفت بردم رئیس میدون، گفتم بله قربون بله قربون بله قربون، گفت بردم میشی سرباز ترون، گفتم بله قربون بله قربون بله قربون. حالا این دایی شجاع رو باید موقع انگلیسی حرف زدن زنده ای دید. اصلا تو مبهوت میشه وقتی زنده انگلیسی حرف زده، میره توی یه عالم دیگه. آقا زنده ای چند سفر رفته خارج دنبال بچه هاش به عروسه فارسی یاد داده. دیدم خیلی ناراحته، گفتم کیتی چیه؟ تو چرا انقدر ناراحت؟ گفت محمد من گفت که شما آتوسا برد ایران. گفتم نه ماما من آتوسا ایران نیست. گفت آخه محمد من گفت. گفتم نه محمد گفت گفت من ایران آتوسا نیست. گفت پس من خوشحال که شما آتوسا ایران نیست. گفتم آره. دیدم گفت به خیلی من خوشحال ماما. اومد جلو منو بوس کرد، دست انداخت گردنم، گریه کرد، گفت حالا که من فهمید شما آتوسا ایران نیست، شما ناراحت نباش، من آتوسا آورد ایران شما ببین. منم خوشحال. گفتم منم خوشحال دیگه. اونم خیالش راحت شد و منو بوسید و ولی من فکر نمی کنم آقا شوچو که اینا بیان ایران. نه اونم بیان، قول بهت میدم تو خیالت راحت باشه که اونا میره. فقط فکر در این مورد نکن، بذار اونا خودشون میان برات التماس هم میکنن که بیان. پلوی تو از بس دوست دارم ما رو، طاقت یک حرکت خلاف میلشون رو نداره. چی بوده ماجرا؟ هیچ متوجه نبودی با دست حلش دادی این بر. حالا خدا نکنه همین فرزند ناخلف مدروت نمک نشناس بگه حبش، یه درجه تب کن. خدا بکشه منه که تو تب کردی. افتادی افتادی یه ذره افتادی الهی برم. خدا بکشه منه الهی. باشه مادر
باشه شربت تو بخور بلنش ببینم. باشه قربونت برم لای. باشه والا من طوری نیست. باشه باشه چطور طورت نیست مادر؟ یه درجه و سرش تب داری قربونت برم. چی طورت نیست؟ بخور ببینم. بخور باشه باشه بخور بده. باشه 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 قربون اون شکلت برم الهی بدای تو بشه. این چیه تو گوشه؟ چه نواریه مادر؟ الهی قربونت برم یه بخواه از این نوارا مبتزل گوش نکنی پسرم. بدات شم الهی پیش مرگت بشم الهی. مامان بمیره که تو تب کردی خوابیدی. الهی من قربون تو برم به حق محمد آل محمد. من فدای تو میشم الهی. مادر بمیره نبینه تو. چطور چیزی نیست تو تب کردی خوابیدی اینجا دنه. الهی ببینم من بابا توری نکنم. نفس تو بکش بالا. بکش بکش بالا. بگش بدت بشه بله قربون نفست برم الهی. بابا یه درجه تب دارم کاره چیه؟ یه درجه تب داری خوابیدی تو بیخوادی خوابیدی. مامان بمیره برودی. واقعا بعضی خود رو قیافه خودم شک میکنم. میگم مثلا اگه من این چشم روی مونا رو داشتم و ریش سیبیل بابامو نکن شاید ماجرا یه طور دیگه. به نظر تو من اگه مثلا این ریش میشه و اینا یکم پرپشتر بود خب تأثیرشون ماما اینا بیشتر نبود. چه فرقی داره اونا که مثلا ریش میشترن ندارن یا دارن چه فرق داره؟ بابا من از لحاظ تأثیر رو مامان اینا دارم میگم که مثلا فرض کن اینجاها نگاه کن اینجاها یکم ریش داشت. تو نگاه کن به من ببین من چی میگم. نگاه کن اصلا اینجاها در نهیم چیه مثلا میخواد ریشا تا این پایین مثل در بیشا. من نمیگم مثل درویشه. حالا این سی بیده این یکی درمیون در آمد اب بچگی از همینقدر بوده تا همین الان. تو چی شکلی هستی؟ چی شکلی هم؟ نه جدن جوردی نیبا اصلا یه جوری اصلا متوجه نشده بودم. چی جوری هم؟ این کوسه بایی هستی بیمزه. عجب تو آخ من میدونم تو بچه نگاه کن تونگ هم میزنه تو سرم. خجالت بکش سرما میخوری. به من میگه مثل کوسمایی. تقصیر من نخورم. چه تونگ هم میزنه تو سرم؟ خب به من جمعه نگاش کنم. به من چه تقصیر اینه ماما خانم؟ آجور میکنم تو سره سب کن. حالا آب بپاش. ریزا سرت رو خون میاد. شیکوندی دیگه. از اون براتون بگم اولا در 12 سال پیش مادر من عمرش داده به شما یعنی زن بابام. با من و مادر بزرگم توی خونه زندگی میکنه. زنم هنوز نگرفته. چیزی در واقع دایی بابامه. به گردن بابام حق پدری داره. 2-3 ماه بعد از فوت مادرم بود که دایی خونه روبرویش ردیف کرد برای ما. 3 دنگ مادر بزرگم 3 دنگ پدرم خونه رو خریدن و مادر زن و دوما جمع شدن زیر یه سقف. داشته باشیم مادر زن و دوما زیر یه سقف بدون عروس. آخ بعضی خود ماجرای اینا دیدنی. یعنی چی نمیتونم بیام؟ نمیتونی بیای خونه. هر جا که بودی برگرد همونجا. مگه اونجا مسافر خونه است که برگرد همونجا؟ مسافر خونه است که بیای اینجا. اینجا خونه منه. فکر کردی 3 دنگ خونه بیشتر مال تو نیست. توی خونه بچه جوان زندگی میکنه که احتیاج به الگو اخلاق و ادب داره. آبا ولمون کن بابا ولمون کن. حالا دیگه بچه‌مون باید پشتوانه ما بشه و واسطه بشه واسه اینکه مادر زن سابق اون بار بوده. بیا بریم چته؟ عربده میکشی؟ کرکنی میخونی؟ چه خبرت؟ لا 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 که چی؟ هیچی دست از سرم بردار. سر کچلت خیلی هم تو خواهد بابا ماما ویل کن شونه ماما ویل کن این حرفا چی آخه میزنی؟ همینه که میگم بابا ویل کن بیا بریم فشارخونت میره بالا. همینه که گفتم اینجا وضعیتش همینه. اگر بخوایی بی موقع بیار شرن تخته بندازی از این هم من بدتر میشه. شونه میگه سرمو بکنم شونه بابا
به خاطر من اذیت نکن. بابا خود تو بنداز به خاطر من، به خاطر من. چه خاطری؟ اینطور ماغ نکش. مامان بابا بیا شما بیا. البته نزن اینطور. شما بیا، شما بیا. الحق که قدیمی ها راست میگفتن بهشتی بابا شما مادر ران هست، مخصوصا مادر رایی مثل شما که جفت جفت به زیر پاته. حق من شما بیا بری از تو بنداز. خیلی خوب بیاده بشکن این دستی که نمک نداره، بشکن این دستی که نمک نداره. البته به بابام همیشه بد نمیذاره، یه چند دفعه قصه ازدواج داشته و چند بارم پای نامزدی رسیده و آره دیگه بوده یه چیزه. کشتی کشتی سفر سفر با کشتی کشتی های اقیانوس پیما مسافر بریای خیلی بزرگ. وای 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 اونا رو دیگه نگو، اونا سالن بیلیارد داره، کازینو داره، سینما داره، اصلا یه شهر قشنگ، یه شهر کامل بس خودش. میدونی چی فکر میکنم؟ دلم میخواد پاشیم بریم تموم اروپا رو زمینی بگردیم، بعد بریم پرتغال پیاده بشیم، از اونجا هم بریم با یکی از اون کشتیه که تو میگی بریم نیویورک. چی میشه اون وقت؟ همون نمیشه که باید بشه. بله به رشتی هم گفتن که با یک کاس ماست دریا دوغ نمیشه. گفت آخ اگه بشه چی میشه. رفوزه نمیشه میدونی، ناپلئونی قبولی. بپر از علتهایی که فکر میکنم بابام با من خوب نیست همینه، یه جور با من احساس رقابت میکنه. فکر میکنم احساس میکنه که من شانس زندگی خوبو ازش گرفتم. بابا من نوکرتم، تو فعلا نوکر اون چهارتا شیبیری هستی که پشت لبت سبز شده بابا جون. میتونم ازت یه سوالی بکنم؟ چیه؟ حالا تو چسقلی میخوای با یه سوال تمام زیر و روی ما رو بکشی بیرون؟ آره ببخشید سوال نمیکنم. صد تا سوال صد تا؟ حالشو داری؟ امیر میگم حالا این اتوبوسی که برات خریدیم اسمش چیه؟ دور دنیا. دور دنیا؟ با این اتوبوس دور دنیا کجا میبریم اورا حالا؟ من تو واقع بش همه که دستون خوب نمیاد. واقع بش حیوان انگلیسی هم میبرمتون. هر انگلیسی هم میبری؟ آره. باریکن. برای چی میبری؟ من که زن و شوهر هستم. آخ قربونت بشم من. دیگر تلا خدا ات دهنت بزن یاد بگیر مونو به این مامان بابا تو یکم مثل این نوهشون باشم به خدا. تا اینجا چه که بلد نبود؟ خیلی هم بلد بودم. بلد هم بودی بحث هم بلد هم مرحله تحقیق تجربی هم مرحله تحقیق تجربی تر سوال ارائه فرضیه جنبندی اعتراض نتیجه گیری تر سوال تر سوال ما نگاه آقا مونه دیوونه هست یا نیست؟ خودت دیوونه درست هست ارائه فرضیه که مونه دیوونه هست. حالا میخوایم بریم جمعوری اطلاعات کنیم، بریم پیش زندایی
زنده مونه دیوونه. به نظر من مونا دختر خوبیه، فقط این رضای مهره مار داره. میریم پیش آقا شجاع. آقا شجاع می دختر خوبیه، فقط یکم سر به هواست. بعد مثلا بخوایم میریم پیش مامورت و مامورت چی؟ چی میخونی شما؟ داریم درس میخونیم دایی. اون درس خوندن اونم اونجا سر زور وسط خیابون؟ مونا بده بیا تو. چیکار کنیم مونا؟ نمیدونم. خلاصه لحظه به لحظه بدتر شدن اوضاع رو داشتم حس میکردم. حس میکردم همه همینطور دارن دیگه از هم دیگه دور میشن. روابط سرد، سلام علیکا سرد، حرفا سرد. تو دیگه بچه نیستی، تو بزرگ شدی. توی بالکن جلو دیده مردم آبروی حسیت ما رو نبرید. این نیان اینجا با هم هر و کره کنید. مگه بودشیم هر و کره میکردیم مامان؟ مامان و زهر مار جلوی دید مردمه. فردا آبور حیثیت ما میره. من سه تا بچه بزرگ کردم. یکیشون من سه تا اعصاب منو خورد کرد. بس مونا حرف منو گوش کن. من صلاح تو رو میخوام. بریم اونا کشتن ما رو ببریم. ببری خودتون رو قرد نکن. صد بار من به این رضا و به این بچه ها یعنی دیگه ما کاری به کار هم نداریم. یعنی ما دیگه با هم فامیل نیستیم. یعنی ما دیگه با هم غریبه ایم. آقا رضا نمیگم شما غریبه ایم. میگم شما دیده مردم توی بالکنه. مگه اونجا کسی بود؟ توی بالکن بودی یا نبودی؟ جلو دیده مردم بودی یا نبودی؟ بلش کن. ما دیگه تو بالکن تو سرکله هم نمیزنیم. با هم شیخی نمیزنیم. بریم تو خونه این کارو میکنیم. مگه نمیگی من چطور تو میگی من دارم میکنم دیگه. حتی بودی تو پاکر باشه رمزی با من جربت میکنه و میگه جلوی مردم فلان و فلان. حالا بیا برو تو سمون بخوش. برو تو درم ببر. چرا خودت نمیاد؟ برو تو در به محله نینه یه چیز میگم. برو بیخ برو تو مونو بحث کن. من میخوام اینجا وایسم جلوی دیده مردم سرما بخور. نمیدونم برای شما پیش اومده یا نه مرض قهر دست جمعی. همه با هم قهر. همه با هم. من با بابام، بابام با مامان بزرگم، مامان بزرگم با دایی شجاع، دایی شجاع با مونا، مونا با زندایی، زندایی با من با خودم. همه با هم قهر. کی میتونه حدس بزنه تو این طبیعت آروم، تو این محله های ساکت چه خونه دلایی که خورده نمیشه. حالتم اینجوری اذیتم. من چیکار کردم ماما؟ من آدمم دیگه، چون سنم کمه احساس ندارم، دل ندارم. باش من حرفی ندارم، جنگی هم ندارم، ولی توقع نداشته باشه ندارم. این میمونو که کوکی که هر وقت دلتون بخواد کوکم کنیم که واسه تون آواز بخونم یا بخندم. مامان چش و گوش ما بیشتر باز شد. دوروبرمون رو بهتر دیدیم. آدم ها رو بهتر شناختیم. روابط رو بهتر درک کردیم. ماجرای دزدمونا و تویاگویی و من اوتلو هم و اینا خودش یک درام کلاسیک عشقی بود که از اون طرف جریان داشت. شاتر باشی شاتر باشی نون منو خمیر نده
اگه تو نون خوب میخوای وعدشو دیر به دیر نده، شاطر باشی زود باش خیلی دیر شده، خمیر من آقا کمی فطیر شده. توی نوبایی با من اینجور اطفار، مگه ای آقا با من داری دوا؟ دست درد نکنه که میدونی چی و کی بیاری واسه کی بیاری. بیار بابا گلومو خوش شده، بیا بیار. شازده سفارش ما بوده، تو هم همجوری حق ما رو بگیر و بخور. یه دفعه به سرم زد برم بونگا بشینم با بابام صحبت کنم، پدر پسریم دیگه، میشینیم با هم حرف میزنیم، هرچی تو دلمه بهش میگم. خب بس کافیه، خب بس کافیه که من به تو گفتم میخرم برا. بابا کی مگه من گفتم نه؟ سلام آقا رضا بفرما. میخرم هی من من میخرم برا. وای 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 این من کردن. آخه تو به چی چیت مینازی؟ همه چی. مثلا تو به چیت مینازی؟ من کی مینازم قربون تو برم؟ من که همش دارم ناز میکشم. که نازنین ناز نکن، من به فدای نازت، من به قربون برم اما گردن همچو قازه. سر خود اوتلو چونه من؟ من اگه اوتلو هم تو یاگوی میترسم برم دزدمونا رو بکشم. صحبت دزدمونا نباشه که باید بری تو رفت چونه من؟ لاف هم یکشی رو سره. حقیقت میگی؟ حقیقت شوخی هم نداریم. چونه من شوخی نمی کنی؟ صحبتش هم نباشه، صحبتش هم نباشه. من با تو قهرم، بیا رسوای شهرم که آب از سر گذشته. میدونی چیه؟ من کار دارم قربونه، بیکار نیستم که حرفای سطح یقاس رو بایستم گوش بدم. حالا کجا؟ هر موقع یه معامله شیرین برام جور کردی میام پیشه. الان کجا میخوای بری؟ الان میروم بر همدان، شو کنم بر رمضان، نون گندم بخورم و منت مردم نکشم. الان بیا بمون قربونه تو، کار دارم، خیلی کار دارم، میام پیشه. بابا تلفن بردار، خودت بردار. ویلا نداری، قبرستون داری. چی بگم، بعضی موقع دیگه ملاحظه نمی کنم، جواب میدم، یکی اون میگه یکی من میگه. اوشا رم میکنی خیکه با تیفنون نابغ خنگا دیگه. اون موقع جوش میارم. قیوم به تو خوش داده میکنه. من به تو محبت کردم. تحقیر کنه تحقیر میکنه. من عجب حرفی میزنی، ما تقسیم کردیم کارامونو با هم. تقسیم چی کردیم؟ تقسیم چی کردیم شما؟ اینجا مگه پادگانه که بخوام تقسیم کنم؟ پادگان نیست. میگه پادگان. تو برو احساس تو اینجوری کن، تو برو اونه کن، من برم بهش بگم دوستت دارم. تو برو پول در اون، من بهش بگم دوستت دارم. تو وظیفه تو بگی دوستت دارم. که بعد در قرآن دستور دادم. در قرآن، در قرآن دستور دادن که در مادر احترام داره. پدر مادر احترام داره، فرزند احترام نداره. در قرآن گفتم به فرزند احترام نذار. به تو احترام میذاره. کجا بی احترامیت میذاره؟ به من هر چه دانش همیت به من میگه. بابا آیا آدم باشم به تو؟ تو وظیفه هیچ وقت به فکر منی، هیچ وقت به فکر منی. اگه به فکر من بودی من میگفت رضا دردت چیه؟ میگفت بهش میگم پول بده، پول میده. بهش میگم بابا لباس بخوام، لباس بخوام. ولی بهش میگم بیا یه کلمه حرف بزن، میگه برو. چه خبره باز؟ چه خبر شده دوباره؟ چیزی نیست اتفاقا. سر صدا چی؟ بابا جانم به محبت احتیاج داره، عزیز من داره بزرگ میشه، نیاز داره که تو بفهمیش، نیاز داره که تو ببینیش. من چه جوری دیگه؟ من ندارم مادر. شما تو خونه داری باش بر میری، من بیرون دارم با مردم بر میرم. میدونم من پس چی کار کنم؟ من توانشو ندارم، ولی تو بفهم بچت داره بزرگ میشه،
مادر از دستمون میره بچه، ما میسوزیم با هم و میدونم تو چته. خب ولی باید این بچه رو بهش برسی، داره بزرگ میشه، دست من نیست، از دست میره. چی کار بکنم من؟ اونت برم بهش محبت کن، لبخند بزن، جوابشو بده، یه ساعت بشی با شرط بزن، یه دست نوازش رو سرش بگیر. اونو تا بهش بگی حاله چطوره، میخواد سوار آدم بشه. نه نمیشه، شما بکن. اون نمیشه، دو دفعه که دید دفعه سوم ادامه داره محبتت سوارت نمیشه. خلاصه این سر کله زدن و منجر به این شد که عصر اول یخبندون که تمام نشد هیچ، عصر ماهواره و آنتن و خبر و کلاغسی ها و اینا همه شروع شد. بفهم خانم، بیرون نگاه کن. خب بچه دیگه مادر درسشون رو خوندن، حالا یه خوردن میگن میخنده. من که نگران خندهشون نیستم که، من نگران اینم که اینا درس نخونن. فردا باید برن امتحان بدن، دیپلم بگیرن، کنکور بدن، دانشگاه برن. خود تو خیلی هم ناراحت نکن، کنکور میدن، دیپلم میدن، دیپلم میگیرن، دانشگاه میرن، میره خارج، دوره زیبایی میبینه، میاد اینجا یه مؤسسه زیبایی باز میکنه. تو این قسمت چم من میشم رئیس. حالا دارم صورت تو ماسک میزنم. چیه صورت من میمونی؟ تخم شنبلیله و تخم خیار و تخم شقایق و روغن بادوم و همه چی برای پوست مفیده. بترم صدت به جون خودت، فقط من نگران اینم که اینا مبادا اینا میشنم برای درس خوندن فکر و ذکرشون دنبال مسائل دیگه باشه. مثلا چه مسائل؟ خدای نکرده یه وقت فکر کنم ما راجع به اون موقع که بچه بودن صحبت میکردیم شما با هم نام زدی. ها اینا اونو گرفته باشن و روش بشن نقشه بکشن. ما تقصیر داشتیم دیگه مادر، این بچه ها چه تقصیری داشتن؟ حالا ما یه اشتباهی کردیم دیگه، حالا باید ببینیم که یه جوری بشه که اینا فکر و ذکرشون دنبال اون مسئله نره، خراب شه وضعه روحیشون، درس خوندنشون. چیکار کنیم؟ این امیر که با اینا خیلی قاطیه. آره امیر رو بادار ببین اینا چی میگن به هم دیگه. اگه حرف درس باشه که مسئله اینه، اگه چیزهای دیگه هم باشه که امیر میاد بهت میفهمه دیگه. امیره بچه باهوشیه. اگه گلشه ایتونو بخوری چی میگی؟ لعنت بیان لعنت خدا به شیطون این خودش بودم آفرین شیطونه در میره میره. امیر جان دکترم میدونی من دلم برای رضا و مونا خیلی شور میزنه. چرا؟ برای این که من میترسم اونا گول شیطون رو بخورن و درس نخونن، بعد نتونن مثل تو دکتر بشن، مهندس بشن، خلبان بشن. یه وقت رضا مجبور بشه مثل اولاغا تو خیابون باز ببری، مونا هم بره تو این خونه تو اون خونه کهنه های کثیف بشوری. اون تویی که باید منو کمک کنی که رضا و مونا گول شیطون رو نخورن. فهمیدی مادر؟ میدونی چجوری؟ آره. اصلا تو میدونی اونا به هم چی میگن؟ فلان فلان میگن. من ماشین باز اونا حرفشون رو گوش میدم بعد میام به تو. آفرین پسرم. من دیگه دارم جوش میارم مونا، تو چته؟ یعنی چی من دارم جوش میارم؟ یعنی که دارم قلقل میجوشم. من باید بفهمم تو چته؟ باید بفهمم تو چته؟ مگه ما قرار نذاشته بودیم تو دیگه هم باید نگی؟ ولی یه سری بایدا وجود داره. بله یه سری بایدا وجود داره، ولی اونا قانون اجتماعی نه چیزی که جناب عالی میفرمایید. باز پرچم برداشتی واسه من داری تظاهرات فمینیستی میکنی ها. خوب شد یه کلمه رو یاد گرفتی، فمینیست. تو واقعا نمیفهمی من چی میگم؟ درست حرف بزن رضا. بیا تو بچه یخ گرم. والا من آقا شجا نیستم.
خیلی دلت بخواه. معلومه که دلم بخواه، ولی جوربوزش اومد همین راضی شدی یا کیف کرد؟ زور نخواه بگو رضا، اینو قبول کن، یاد بگیر. تو چته؟ به من جواب بده، منم آدمم، منم وقتی از تو سوال میکنم اونم سوالی که اینقدر برای من مهمه اهمیت قائل شد، جواب بده. چیه؟ نمیدونم. وقتی احساس کردم ماما اینا اینجوری بهم شک کردن، یه حال بدی دارم. معلومه حال منم بده. حال تو با حال من فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ حال تو طلایی، حال من نقره‌ایه. باز داری اینجوری حرف میزنی؟ والا به جون این امیر بروای خاک مادرم اعصاب منم حتی این وضوع خورده. من احساس گناه میکنم، چرا متوجه نمیشی؟ حتما بعد بهت گفت. احساس گناه کسی میکنه که یه کار خدا ناپسندانه میکنه؟ مگه ما چیکار کردیم؟ همین حرفا هم چیزایی که میگیم دیگه. آقا جی اینا نباید میگفتن شما با هم نام زدی. گفتن حالا باید پاشو واسه. خیلی خب حالا بچه یخ کرد بیا بالا. وای 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 وای. ما به خاطر اینکه میگیم یه حرفی، یه صیغه، یه محرمیتی، یه چیزی جامون تو قهر جهنمه، تو دهن اجدای هفسره، ما روی به اون حمله میکنن که از ترس اونا پناه میبریم به مار قاشی. من مطمئن نباش که جد کنار نهر شیر و عسله. من جام هر چی که باشه روبروی این ایونه. حالا این ایون جهنمی یا بهشتیه؟ خانم یخ در بهشت. تو بیداری امیر؟ امیر؟ بله. بیدار بودی تو؟ آره. برای چی؟ همه حرفونه شنیدم به موقعس میگم. مگه ما چه حرفی زدیم؟ به شما نمیدیم به موقعس میگم. چی میخوای به ما نقدس بگی؟ چی میخوای به ما نقدس بگی؟ همه حرفی که شما گفتی به شما مربوطی نیست. به ما مربوطی نیست؟ آقا چون که خونه خیلی سرده ها. ما نقدس شوفاجام سرده. مقدس میگن طرف از ترس قالب توی کرد ماجره من و موناست. نمیدونم چرا نصف شب یه دفعه به خودم اومدم دیدم تو بالکن دایی شجا اینا پشت پنجره پشت توری دارم تو خونهشون رو نگاه میکنم. نمیدونم جاره خبری هم نبودا. رضا تو بالا چیکار میکنی؟ تو چیکار میکنی؟ برای داشته باشین صبح تو مدرسه جناب آقای میراقایی دوست خانوادگی استاد و معلم رشته های انسانی پای تخته ما رو نگه داشته میگه سیروس. ستای دیگه شو بگو. ساکه بلد نیستی این اداره در نگه. آقا خوندی؟ خوندی؟ زیر دوش توی عمو خوندی. آقا اجازه بده ما شفای جان. بفرما شفای جان. آقا سیروس؟ بله. کومولوس. هر نباشه. سیروس. کومولوس. آقا اینطوری پای سرمان داری نامینه آدم هول میشه نمیتونی درس جواب بده. بیم پسر جون مرد مردونه بگو درس نخوندم بفرما بشین. آقا نخوندم میشه بشین. بفرما. ببین. فردا مادر بزرگت من توی شهر دید از من در مورد وضع درسی سوال کرد چی بگم بهش؟ چی میخوای بگی آقا؟ بگم براش زن بگیریم وضع درسیش خوب میشه خوبه؟ خواهی که باید آقا میرم بزن واجب پس درس شب. منو خوب جواب بدی سرکه باید چشم چشم سلامت بفرم سیروس کومولوس استراتوس سیرو استراتو کومولوس. Come on,
خلاصه خیالمون راحت شد که اون شب ماهواره اخبار تشنج‌آمیز راپورت نداده بود. هوا کاملا آفتابی بود و خدا میدونه امیر اون شب به زنده ای چی گفته بود. گفت هر چی گناه کنه خب هر چی گناه کنه حالش به هم میخوره. خب بعدش استفاده مونه و خدا دوزش نداره. این حرفا رو مونه هم نیست. آره. خب پس رضا چی میگفت ماما؟ رضا میگفتش تو جهنم ما رو دور گردن یکی میپیچن خفش میکردن. خب پس رضا این حرفا رو میزن. خب بعد چی میگفت؟ بعد میگفتش هر کی میخواد در بره توی کار ما رو دنبالش میکنن. بعد یه داینوزور گنده دنبالش میکنه. اون از در جلو میره آدمه، اون داینوزور از در عقبی میخوردش. بعد بهشت انگار قشنگه. رضا این حرفا رو میزنه. بستنی زمستونی داره، خدا داره، فرشته داره، فرشته داره، حضرت عری داره. بعد ما دیگه چرا خاموش کنیم بخوابیم دیگه نوبت خوابه. بخوابیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فقط اتفاق بعدی که این وسط افتاد این بودش که امیره به این بازی عادت کرد. همه عروسکاش رو ول کرده بود. دوتا عروسک پیدا کرده بود که با هم حرف هم میزنه. دیگه از کنار ما تکون نمیخورد. درزم که میخوندیم میومد میشست وسط ما. درزم ما داستانا داریم با این آقا امیر. امیر میگفتی کی ما رو گول میزنه؟ یه چیزه شیطون ما رو گول میزنه. آره؟ آها. خب شیطون ما رو گول بزنه چی میشیم؟ شیطون؟ آره. خر میشه باید بار ببریم. خر میشم باید بار ببریم. این حرفا را کیت گرفتی امیر؟ اما مردم ماما نقدس ماشالله ماما نقدس چی داره پرورش بود. خب شیطون مرار گول بزنه چی میشه؟ بعد خونه بچه ها رو میشه. خب بچه ها پوشک میذارن. خب پوشک ها رو هم میدیم تو بشوری. خجالت بکش رزا. خب خجالت مگه پوشک ها رو نباید؟ آر باری کرده خونه ها رو باید بشو. امیر من گفته بودم با ماما نقدس خاله احترام میخوایم بریم یه جایی. خونه شیطون یادت خونه شیطون کجا بود؟ این حرفا چه بچه‌ای؟ مگه دوست نداری بدون خونه شیطون گذار؟ منار جون بود. خودش هم من خواست. منار جون بود چه شکلی بود امی؟ همونی که دوتا منار بود اینطوری اپلاش بالا میرفتی؟ آره اینطوریه که یه منار چسبیده بود دوتا تکون میخور؟ آه باریکلا باریکلا. پس خونه شیطون کجاست؟ منار جون. منار جون بود باریکلا. اینو بس به مامانینا میگی؟ پرسیدم میگی بهشون؟ باریکلا. حالا میری بازی کنی؟ آره؟ برم یه مشن رو میدی؟ قربونت بشم باریکلا. برو بازی کن. من اصلا از این اخلاقی تو خوشم نمیاد رضا. آقا گاهی مغالبه مثل لازمه لاغل مغالبه تنز. آقا تو پا در گلمه دراسر میکنی بعضی وقت از کاره ما و نقدست خوشت میاد؟ اینطوری جاسوس میفرسه برای ما؟ در زم کار میکنیم ویلر میاریم آقای گلمه بزرگتر میخوریم قدم های بزرگتر به همی داریم. بیمزه اصلا هم بیمزه نم خیلی هم بامزه بود. بیمزه هم خودتی بیمزه نمک بزن بامزش. البته حق با مونا بود. اون لحظه هم که داشتم اون کارو میکردم میفهمیدم که دارم اشتباه میکنم. همون میل به شرارت و حس بیقراری که همون اول بهتون گفتم خلاصه کار دستم داد. گفتن مامان اقدس و با مامانتی رو ببریم خونه شیطان. اونا گفتن ببریم خونه شیطان که حسابتون در بیاد که حساب ما رو برسن اونجا خونه شیطان. تو چی بهشون گفتی؟ گفتم هم چشم. گفتی چشم؟ بفرمایید خانم برام پیغام خونه شیطان دادن زدن تو دهنمون دیگه مادر زدن
زدن اقدس. بالاخره حسابشون رو میرس. حساب چیشون رو میرس؟ صبر کن، حوصله داشته باش. خدا تنشون سالم نگه داره. بله بس سلامتی خودش بهترین نعمته. یعنی چه اقدست شون؟ یعنی میگی بلنشین بریم براشون دنبال سیسمونی؟ نه تو رو قرآنه ترم صداد این حرفا رو نزن. ما عقل داریم، از حالا این دوتا جبون رو بندازیم تو مشکلات چکنم چکنم. ولی مخو منم همینو میگه، ولی این دل صاحب مردم راحتم نمیسر. بهتر اینه که اینا رو بسپریم دست بزرگتراشون. شما که میدونی اینا درس نمیخونن، اگه من به آقا شجاع نگم، شما به محمد رضا نگی، یه خیانتیه که ما به این بچه ها کرد. سلام، چطوری؟ قربونه دویی؟ چه خبر؟ مثل همیشه. منظورم احترام صادق دیشب با رضا چیکار کرد؟ بیخشو گره؟ افتضاح دایی، افتضاح، افتضاح هم در افتضاح. تو چیکار کردی؟ هیچ، قرار شده فردا برم مدرسه شون. مدرسه نمیخواد تو بری. تو کتاب منطقه شو بگیر دستت ازش بگیر. دایی رشته من طبیعی بوده، همش یادم رفته. نه عزیزم، منطق یعنی ادبیات دقیق. بعد این ریاضیات مثل کتاب به جواب بده. این حرف هم نیست که یادم رفت، مثل کتاب یادت باشه باید به جواب بده. برای ما اینجوری نیست که به یک حضور غیاب و یک درس سرسری کارمون رو تموم کنیم. برای ما تک تک دانش آموزان اهمیت دارن، رفتارشون، کردارشون، حتی صحبتهایی که با هم دیگه میکنن. مدتی که من دارم به شما تذکر میدم شما افت تحصیلی پیدا کردین، اما بی جای اینکه شما در صدد جبران باشین، روز به روز دارین بدتر میشین. شما نباید از من ناراحت بشین. ما وظیفه داریم که مسائل شما رو با والدینتون در میون بذاریم. من واقعا شرمنده هستم، شرمنده از اینکه دختر من لیاقت این همه محبت شما رو نداشت. ولی امیدوارم در آینده بتونیم با همیاری شما و مادرش و من جبران این محبت شما رو بکنیم و از خجالت شما من در بیام. اجازه بدید مونا هم بشین زیر تعهد شما تعهدشو بنویسه. البته این تعهد برای آینده شما در پرونده شما ثبت میشه. بنویسید این جانب مونا داوودی متعهد میشود کلیه عقب افتادگی های خود را در دروس خود جبران نمایم. اینجا هم امضا بونید، اسمتونم بنویسید. مامانتی نوکرتم مخلصتم. بذار دستتو ماش کنم، بذار من با بذار پاتو ماتو من خاک کف پاتم. من نوکرتم به خدا. خر خودتی. خر منم؟ من چاکرتم، خر نیستم. خر خودتی. من نوکرتم، ببخش دیگه. یادت باشه اومدم معذرت خواهی کنم، من قبول نکردی یا خانوم. نسب ارباب بگو بینه. نسب نیست و نسب عربه. نسب عربه. حالا نسب عربه رو بفرمایید شما. نسب عربه دو صفحه است. شما باید بلد باشی بخونی سوال دراری تا من به شما جواب بدم. بین دو تصور کلی همواره یکی از نسب چهارگانه زیل وجود دارد. خب این تعریفشه. شما باید اینجا باید بگید. تعریفشو باید بگید. خب شما نگفتی تعریفشو بگو که. شما گفتی نسب عربه رو بگو. تساوی رو بگو بینم. تساوی یعنی دو تا مفهوم که مصداقاش با همدیگه یکی باشن. مثلا
میگیم که انسان حیوان بابا چی داری میگی؟ دارم درست میگم دیگه. در صورتی نسبت دو کلی تصاویز که برای هر چی یکی ساده باشد من دارم مفهومشو میگم. اینو من تو برای امتحانی بنویسم نمره کامل میگیرم. حالا این تعریف بخون. بلد نیستی بله بابا نمیخوای بلد باشم. بلدم شما بلد نیستی. اینو من به معلم بگم قبول میکنه نمره کامل هم میده. آره تبایون رو بگو بینم. تبایون یعنی جدایی، یعنی دوتا چیز که به همدیگه ربط ندارن، مصداقاشون با همدیگه نمیخونه. مثلا اسب و ناطق. توی اسب و خب مثالشه دیگه اسب و بابا تبایون در صورتی است که هیچ آقا اینه اینطوری تو کتاب نوشته. من اینی که دارم میگم بلدم، این مفهومشو من دارم میگم آقا. یعنی هیچ مثال حالا هی تعریف بخون، هی تعریف بخون نداشته باشد. منم دارم میگم که تبایون یعنی جدایی. بلد نیستی آقا. اصلا من بلد نیستم. به درد که بلد نیستی بفرما تحویل بگیر. اصلاً حواست به کلاست نیست.
آدم بخواد حرف بزنه که بهشون بر بخوره، حرف نزنی دلت میسوزه. آقا مثل آدم باهاشون حرف بزنی. دست خوش آقا پرویز، این حرفا چیه برادر من؟ یعنی ما غیر آدمی زدیم؟ باز این آقا شجاع دست من ناراحت شد. من نوکرتم، بده دستتم ماچ کن. بیشی همین عدعت پاره در نیا، دوکونم با نکن، دوکونم با نکن. بابا منظورم توی جمع بستم آقا شجاع، رم از خودم ناراحت. مثلا میخوای من ارشاد کنی تو؟ آره تو بری، میخوام ارشادت کنم، میخوام خوش باشیم، میخوام حال کنیم، میخوام صفا کنیم. بذارین حرفشونو بزنن. یعنی تو میگی ممرزه و پسرش تو یه شب جشن عروسی میگیرن دیگه؟ باشین بری بزنی تو سر کلا. شما میگی که ما به اینا قدم به قدم نزدیک بشیم، براشون در صدد تهیه جشن عروسی باشیم؟ اینطورم بشه معرکه است، ولی میتونه اینطورم نباشه. شما میتونین با دلیل با استدلال اینا رو قلبا قانعشون کنین، همدیگه رو فراموش کنین. عزیز من ما چه کار میتونیم بکنیم که اینا قلبا از هم جدا بشن و دیگه هم اسم همدیگه رو نیارن، به هم فکر نکنن؟ چه میدونم، به خاطر یک هدف، یه هدف بزرگتر. مثلا قد برج ایفل چطوره؟ بهشون بگی میبریمتون فرانسه مسافرت. فکر کنم تو همین دوران بود که پرویز صحبت شما رو با من کرد، گفت چند تا دوست دارم که بونگای فیلمسازی دارن، چاپ کتاب دارن، نویسنده ای که کتاباشو فیلم میکنن، حاضرم زندگی تو رو، حاضرم اصلا که زندگی تو رو فیلم کنن، ولی با آدمای واقعی، با مامانتی، با محمد رضا، با مونا. البته من همیشه سر دایشجا بهش هشدار میدادم. خلاصه این ماجرا روی منم عوض کرد، منم وارد بازی شدم. اونا عاشقانه منو اذیت میکردن، منم عاشقانه بهشون جواب میدادم، قهر میکردم، ناز میکردم، سر میز شام نمیرفتم. شما به خاطر این فکر کنم میگفتین که سینما زندگی آدم میریزه به هم، درسته؟ مامان بزرگت به من شام نمیده بخورم، ننه مودار. پاشو پاشو پاشو، بابایی داره میمیره از گشنگی. پاشو پاشو دیگه آهنده. شما باید محبت کردنت هم با توهین باشه، وگه نه باز جایل اوف داره. این دفعه باید به جای کتاب با کجا پس؟ چرا نمیایی؟ ناز رضا جونمو میکشم، میخوام بیارم شام بخوره. ناز پسرم، گل پسر، ناز پسر، ناز گل، گل گلاب پسرم عزیزم. بفرمایید، اینم والا گوهر. اما انصافاً از دل مادر هیچ حریر و تور و ابریشمی نازکتر و لطیفتر و مهربونتر بافته نشده. اصلا من فکر کنم عصر مهربونی از خلقت زن شروع شده. رشد عاطفی و فکری، تشابه علویق انتظارات و طرز تفکر، تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی، تحول تفاوق در ازدواج، رشد عاطفی و فکری، تشابه علاقه و انتظارات و طرز تفکر، تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی. و همه رو داریم که thank you.
بله اقدس جون جونم. سلام سلام علیکم حالا چطوره؟ قربون شما اقدس جون جونم آقا شجاع در تراس قفل کرده در تراسو؟ آره نمیتونم چطور مگه؟ الهی من قربونت برم فقط برو ببین اگه در تراس با قلقه یه دقیقه بازش کنه مناهر یه دقیقه بفرستش تو ایوون چون رضا دو ساعت چوب و پیت و نفت برشته باشته وسط حیات میترسم تا صبح اونجا بشینه سرما بخوره بهترم خانم مگه میشه؟ آخ من نمیتونم این کارو بکنم الهی من فدای تو بشم با هم قول و قرار گذاشتیم اب نداره اقدرچون ببین آروم آروم ما که دیگه شکنجگاه باز نگردیم که یه دو سه ماه دیگه از این مسئله بگذره واقعا جدا کردن اینا از هم غیر ممکن میشه اگر شما فکر میکنی که اینا اگه با هم باشن میتونن درس بخونن میتونن دانشگاه برن یه فکر کاملا عبثیه ها پس تا دیر نشده عزیز من خانم من تصمیم بگیر نگذار سرش دکار از دست در همین حرف هست آقا شجا که مثل پتک میخوره تو سره معلومه حرف هست پتک خانم بست تو رو خدا آقا شجاع بست مولا مولا کجایی تو من اینجا بابا مگه نمیخوای بخوابی اون چراغ رو خاموش کن گنج در دل دارم و ویرانه ها باشد مکانم با تو سرگرمم چقم گر بی کس و بی خانمامونم داغ پیری خورده بر پیشانی پرچینم اما تا دلم از آتش عشق سوزان من جوام خب من باید بلندشم برم عیادت مریض فقط به همگیتون میگم پنجشنبه جمعه میان اونجا پیش من این دو روزه رو میخوایم بشینیم حرفامونو بزنیم صحبتامونو بکنیم درد دلامونو بگیم دلخوریامونو بگیم هیچ اتفاقی هم نمیفته آسمونم پایین نمیاد اگر بزرگترها حرف عاقلانه ای داشتن خب کوچیکترام چموش بازی در نیارن و قبول کنن اگر کوچیکترا حرف حسابی داشتن چه فرقی میکنه بزرگترا بپذیرن
اون داستانی که قرار بود نوشته بشه دوربین هم آوردیم دارن فیلمتونو میگیره رو برو تو فیلم همه اونو داره میگیره دوربینه برای که داستان رو بتونه با اون تنظیم کنه و اینا فیلم میگیره نه مسئله نیست رضا برام توضیح داده معذرت میخوام یعنی خود عصبانی شده عصبانیت شده ببخشید بابا این آقا شجا چقدر سخت میگیره چرا اینجوری همینطور شما برید تو من حالا فعلا من باهاش صحبت کردم رضا سلام علیکم شما هم برو تو سلام علیکم برو بینیم که آخه تو که چلو بودی هنر بیشو بشه یه لحظه من میخوام بجا خب تو هم بیا بگی از اینم بگی از اینم بگی بابا ببینم اینجا خوب هم بایستدم بابا توم باش من پدرم در اومد این فیلم هایی که ساخته میشه از رو داستان هاست داستان های زندگی من و شما و سایری اگر انسان ها فداکاری بکنن خودشون عقب نکشن نترسن براشون من خجالت میکشم من فلان از این نباشه آدم زندگیش در اختیار بذاره اینها میتونن با ساختن فیلم ها داستان ها سناریوها پیشرفت بکنن در ممالک خارج فیلماشون پیشرفت میکنه سینماشون پیشرفت میکنه برای اینکه مردمی هستن میرن واقعا در اختیار میذارن بیوگرافی زندگیشون من خودم رفتم تمام از بیوگرافی زندگیمو تمام در اختیار ایشون گذاشتم هیچ حیام نکردم بیا برای اینکه سینمای کشورم پیشرفت کنه اینها باید دستشون باز باشه وقتی من در اختیار ندارم اون ندارم در اختیار بیا مونا من دیگه میخوام بشینم با دوربین صحبت هر چی تو دلمه بگم خب تو هم حرف میزنی؟ من فیلم بابا عصبانی میترسم خودم حرف میزنم حالا هم که در خدمت شما هستیم و بعدش هم نمیدونیم چی میشه راستی مونا چرا نایمه؟ چی شد؟ چی حلال زاده است؟ سلام مونا خانوم، سلام، سلام کات بده دیگه آقای سپرسر قرار بریم اجاق شبو بچینی کی اجازه داد؟ نمیدونم آقا پرویز گفت هیچ کس هم هیچ عکس العملی نشون نده جدی؟ خاله یه جمله برای دوربین بگم چی بگم هرچی بوده گفتی دیگه نه اونی که تو میخوای بگی هنو من نگفت امیدوارم قدم دوربین به زندگی ما خیر باشه یه کلمه دیگه هم بگو ایشال لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم کار دیگه آقای رفیزه ها؟ مرسی رضا خسته نباشی مبارکه کجایی تو کجایی تو شبم من تو دلم چراغ دوزم کنم سانه سرم
دستکت بوسم به مالم پایکم وقت خواب آید به روبم جایکم کجایی 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 کجایی